با درود خدمت همراهان گرامی، با بخش اول از سرگذشت شاه عباس بزرگ صفوی پنجمین و نامدارترین پادشاه از دودمان صفوی در خدمت شما هستیم. شاه عباس یکم معروف به شاه عباس بزرگ در روز شنبه 17 بهمن 949 خورشیدی دیده به جهان گشود. وی پنجمین شاهنشاه ایران از دودمان صفوی و نامدارترین فرمانروای این سلسله بود. عباس میرزا یا شاه عباس یکم فرزند و جانشین شاه محمد خدا بنده بود که بیش از 41 سال خورشیدی بر ایران حکومت کرد. شاه عباس به معماری، موسیقی، نقاشی، شعر علاقه داشت و میدان نقش جهان، عالی قاپو و بخش‌هایی از عمارت 40 ستون، 4 باغ و 33 پل همگی از آثار به جای مانده از دوران سلطنت وی میباشد. آیا میدانستید عباس میرزا ملقب به شاه عباس بزرگ در شب شنبه 17 بهمن 949 خورشیدی در هرات از فخرالنسا بیگم دختر میر عبدالله خان والی مازندران زاده شد؟ شاه قلی سلطان استاجلو در نامه ای که از جانب محمد میرزا به شاه طهماسب یکم نوشت ولادت نوزاد را خبر داد و از پادشاه صفوی خواست که برای نوه خیش نامی برگزیند. روزی که قاصد از خراسان به قزوین رسید اتفاقا این بیت از بامداد مکرر بر زبان شاه طهماسب صفوی جاری بود. شاه طهماسب یکم با الهام گرفتن از بیت زیر نام نوزاد را عباس نهاد. عباس علیز شیر قاضی سر دفتر لشکر حجازی. آیا می دانستید شاه عباس در کودکی عباس میرزا نام داشت که در 2 سالگی توسط پدرش محمد خدابند والی هرات شد؟ عباس میرزا تنها 10 سال داشت که گروهی از عمرای قزلباش رقیب از طوایف استاجلو و شاملو به شاهزاده جوان سوگند وفاداری خوردن و در خراسان علم طغیان برافراشتند. به نام عباس سکه زدند و نام او را در خطبه ها ذکر نمودند. با رسیدن یک سپاه شاهی به خراسان ائتلاف شورشیان شکسته شد و علی قلی خان شاملو دیگر بار به شاه و جانشین او حمزه میرزا که برادر عباس بود سوگند وفاداری خورد. در سال 963 خورشیدی رهبر جاه طلب قزلباش مرشد قلی خان استاجلو والی خاف و باخرز مشهد را تسخیر کرد و در حین جنگ شاهزاده جوان صفوی یعنی عباس میرزا را روب بود. در این زمان مرشد قلی خان استاجلو نظرات عمرای قزلباش در قزوین را در خصوص میزان حمایت احتمالیشان از عباس میرزا را به عنوان نامزدی برای تصدی تاج و تخت جویا شد. عمرا نسبت به این ایده مشتاق بودند ولی شک داشتند خودشان اجرایش کنند. وقتی مرشد قلی خان در حال بحث بر سر قبول کردن ریسک لشکرکشی به قزوین برای انتصاب عباس میرزا بر تخت بود، اشغال بیشتر خراسان توسط ازبکان موضوع جانشینی عباس میرزا را فیصله داد. مرشد قلی خان که می ترسید ازبکان خراسان را تسخیر کنند و ممکن بود مهره خود عباس میرزا را از دست دهد، به آرامی به سوی غرب لشکرکشی کرد. در مسیر حرکت حمایت ترکمانان سمنان، کاشان و همدان، افشاری های یزد، ابرقو و کرمان و ذوالقدر های فارس را که بعدها با رسیدن عباس به پادشاهی از قدرت آنها کاست و به زنجان کوچان باقی مانده بود به دست آورد. آیا می دانستید وقتی عباس میرزا و مرشد قلی خان استاجلو به قزوین رسیدن نمایش حمایت مردمی را که از عباس دیدن موجب گردید که باقی شکاکان را نیز با خود همراه کند؟ روز شنبه 9 مهر ماه 967 خورشیدی سلطان محمد شاه سلطنتش را به پسر 17 سالش با نام شاه عباس ملقب به شاه عباس بزرگ تاج گذاری کرد.
مرشد قلی خان استاجلوک شاه عباس تاج را به وی مدیون بود به عنوان وکیل دیوان عالی منصوب شد که او را قدرتمندترین فرد در حکومت کرد. آیا می دانستی در سال 977 خورشیدی دو نفر از نجیب زادگان انگلیسی به نام آنتونی شرلی و رابرت شرلی به همراه 25 نفر انگلیسی دیگر از راه ونیز و حلب و بغداد به قزوین وارد شدند؟ هیئت نامبرده از سوی دولت ایران به گرمی پذیرفته شد و شاه عباس از وجود آنان برای تجهیز و ایجاد نظام قشون ایران استفاده کرد. همچنین توسط آنها روابط ایران و ممالک اروپایی را با داشتن یک وجه مشترک یعنی دشمنی با عثمانی گسترش داد. آیا می دانستید شاه عباس اندک زمانی پس از رسیدن به قدرت پادشاهی عزمش را برای حکومتگری قانونی نشان داده بود؟ ولی زمانی نیاز بود تا ارتش را به حد کافی بسازد تا بتواند علیه دشمنان اصلی دولت ایران، ازبکان در شرق و عثمانیان در غرب حمله کند. در شرق صفویان دچار شکست از پی شکست بودند. مشهد سقوط کرده بود، سیستان دچار تاخت و تاز بود و قندهار که از سال 916 خورشیدی که به مدت 53 سال در دست صفویه بود در سال 969 به دست مغولان افتاد. پس از مرگ عبدالله خان رهبر برجسته ازبک و درگیری های درونی موجب شد که این سلسله تضعیف گردد. در همین حین بود که شاه عباس به ازبکان حمله کرد و آنها را تار و مار نمود و هرات را که 10 سال در دست آنها بود دوباره به چنگ گرفت. آیا می دانستید شاه عباس بعد از 7 سال که از تار و مار کردن ازبکان می گذشت به حد کافی احساس قدرت کرد که با عثمانی ها ستیز کند؟ در پی حصول یک پیروزی بزرگ در صوفیان در نزدیکی تبریز شاه عباس جنگ های پیاپی را ادامه داد تا آخرین سرباز عثمانی را از خاک ایران طبق پیمان آماسیه بیرون کند و در سراب با عثمانی ها قرارداد صلح را امضا کند. شاه عباس در نبرد صوفیان خود را به عنوان فرماندهی با قابلیت کامل نشان داد. به خوبی از نیروهایش که در شمار نفرات و تسلیحات از عثمانی ها پایین تر بودن استفاده کرد و در لحظه های بحرانی نیروهای ذخیره اش را به میدان فرستاد. آیا می دانستید قزلباش ها از تیرهای مغولی مهاجر به ایران و آسیای صغیر بودند و شاخه نظامی و ارتش پادشاهی صفویان را تشکیل دادند؟ قزلباشان در کنار پادشاه و علما سه رأس مثلث قدرت را تشکیل می‌دادند. شاه عباس از لحظه به دست گرفتن قدرت فهمید که باید اقتدارش را بر قزلباشان اعمال کند یا ابزاری باشد برای آنان. ولی قزلباشان همچنان بدنه استحکام نظامی دولت صفوی بودند و اگر وی آنها را تضعیف می‌نمود دولت خیش و ایران را تحلیل می‌کرد. شاه عباس بزرگ نمی توانست در زمانی که عثمانی ها مناطق وسیعی از خاک ایران را در شمال غرب را در اختیار داشتند و همچنین مناطقی را که در دوره دو تن از پیشینیانش تسخیر کرده بودند از پس چنین اقدامی برآید. به همین دلیل نیاز بود که یک ارتش منظم نوین متشکل از استخدام شدگان از رده های غلامه خاصه شریفه یا همان غلامان شاه تشکیل گردد. آیا می دانستید غلامان خاصه شاه یا غلامان شاه مسیحیان گرجی، ارمنی و چرکسی بودند که در لشکرکشی های صفوی به قفقاز اسیر شده بودند و به اسلام گرویدند؟ آنها در دربار و دولت برای خدمت به شاه تربیت شده بودند که وفاداری غلامان در واقع به شخص خود شاه بود نه به یک قبیله. غلامان شاه در منازعات شاه با قزلباشان حمایت ارزشمندی از وی به عمل می آوردن. مثلا غلام الله وردی گرجی موافقت کرد که در ترور مرشد علی قلی خان استاجلو که بیش از حد قوی شده بود شرکت کند. با این کار وی نخستین گام را در راه تبدیل شدن به قوی ترین مرد در حکومت صفوی پس از شاه برداشت.
ایجاد سپاه غلامان در کوتاه مدت راه حل مؤثری برای مشکل شاه بود، اما در بلند مدت منشأ ضعف حکومت از آب درآمد، زیرا غلامان در تحلیل نهایی از کیفیت‌های جنگی قزلباشان برخوردار نبودند. از اینکه تا انتهای این ویدیو با ما همراه بودید سپاسگزاریم. لطفاً کانال ما را سابسکرایب نمایید و دکمه زنگوله را فشار دهید تا از ویدیوهای جدید ما با خبر شوید. لطفاً جهت پیشبرد کانال به سوی مسیری بهتر برای ما نظراتتون را کامنت بفرمایید.